پلیس اومد تو کار، نیروی ویژه این چه خبر؟ داور وایساده دعواش میشه، گرب میکنه با گردن بلند میکنه، اسلم میکنه زمین حریفه، اون یکی هم شروع میکنه ضربه زدن. دوستان امروز ویدیویی که میخوایم بذاریم در مورد یه سری سوتیا و یه سری اتفاقایی که به وجود میاد تو فایت ها، مخصوصا داورا وقتی شروع میکنن به زدن فایترا، میخوان جدا بکنن، یا بعضی اتفاقات عجیب غریبی که تو رینگ میفته، به صورت ریاکشن منم هست چون منم ندیدم، میریم با هم ببینیم. امروز میخوایم یک سری از داورای باحال رو بهتون نشون بدیم که خیلی سوسکی فایترا رو کتک میزدن، فایترا رو گرب میکردن، ضرباتی هم بهشون میزدن برای جدا کردن، خیلی ریز خیلی سوسکی، ولی بعضی جا هم واقعی ضرباتی رو به فایترها زدن، مخصوصا موقع جدا کردن ناکن. اینجا میخواد فایتر رو جدا کنه، بیا رقب گردن ناکن داره ریل نکت چوک میکنه، کلا ساب میشن کرد حریف رو، نگاه کن. دوباره با هم ببینید، دوتا فایتر نزدیک هم شده بودن، برای اینکه جداشون میکنه گرپ رو نگاه کنید، چه مدل گرپ کردنی، قشنگ داره خفه میکنه. داور آخه همچین چیزی من تا بال نیده بودم برای جدا کردن فایتر، برای اینکه فایتر نهید جلو دوی فایتر رو گرفت، به جای اینکه عادی بیارده شقدر دست رو میدازه تو گردن، خیلی قشنگ و ریلکس فنون جوجیتسو رو توی مبارزه بوکس اجرا میکنه. جوار زیرگیری اقلام کرد، کلینچ کردن هم دیگر رو، و دوباره ببینید اینجا یه آرنجش خورد به صورت داور، داور ناکن دوباره میاردش اقل، و اینجا فکر کنم دیسکوالیفایش اومد بکنه، نه همون صحنه است ادامه شه، اومد بیارد شقم جدا کنه گردن، چند بار داره نشون میده پشت سرم، خیلی فن عجیبیه، قشنگ رینه که چوک مال فایت دیگه، مال فایت ام ام ایه، انداخته دور گردن و حریف رو داره خفه میکنه به راحتی، پلیس اومد تو کار، نیروی ویژه این چه خبره بابا، از این عجیب غریب بود در صورتی که میخواست گردن رو ول کنه. خب اینجا داور دست پیروز بالا میبره، یادم اینجا که اینجا یه ضربه به صورت داور زده بود، چون ضربه زده بود به صورت داور، داور اینجا ضربات پیاپی رو بعدش به این حریف میزنه. اینجا مشاهده کنید این دو تا فایت ها انجام دادن، اینجا میاد سرشاخ میشه با داور بعد از اینکه میخوان دست بالا ببرن، فایت رو دقت کنید اینجا دوباره داره پخش میکنه، اینجا چون دستشون رو بالا یه سرشاخ میشه، اینا روبرو هم دیگه چش تو چش، یه هول میده داور رو، یه ضربه به داور میزنه، اینجا داور شروع میکنه کلین چش میکنه، میارتش در خاک و داور رو میبینید که شروع میکنه به گرب کردن و فکر کنم دیگه ساب میشن اونجا داره میکنه، داورای خوبی داریم واقعا، خودشون هم فایترن، میبینید قشنگ گرب میکنه حریفو میاره پایین و ضربه نمیزنه، این کار درستی داره انجام میده، قشنگ حریفو محکم گرفته و اجازه حرکت کردن بهش نمیده که دیگه عوامل اومدن، یکی داره اونجا رینک چوکش میکنه دیگه، مسئولیت به داور نیست، ولی خیلی عجیبه صحنه. اینجا توی مبارزه دیگه یس مش تو صورت میزنه، البته این فیلمه، اینجا اصلا فیلم برداری داور هم هست، میبینی که دارن فیلم میگیرن، اینجا پشت صحنه فیلمیه، ولی داور شروع کرد به ضربه زدن به فایترها، این که حالا میتونیم بگیم فیلم همینطوری علکی بوده، صحنه شو ببینید یه ضربه، این رو فکر کنم این به خاطر این داره نشون میده که حتی با اینکه فیلمه چند تا از ضرباش واقعا محکم خورد، ببین الان اینم محکم خورد، یعنی به جز اون لگتی که داشت به حریف میزد اونور به آبی، به حقیقتش محکم واقعا زد. صورت مبارزه بعدی داور وایساده دعواش میشه، گرب میکنه با گردن بلند میکنه، اسلم میکنه زمین حریفه، اون یکم شروع میکنه ضربه زدن. اون چه فرصت استفاده میکنه، این دیگه عجیب بود، داور گردن حریفه بلند کرد کوبید زمین، اون ورم شروع کرد زدن حریف، بازم میگه بیا جلو داور، داور دعواییه کلا. اینجا میبینید چه اتفاقی افتاد، داور رو با هل داد، داور گردن گرفت آورده شقب بلند کرد کوبیده زمین، اونم گراوند ام پام، داور اینجا میگه بزن، نگاه کن وایساده، این دیگه عجیبه، همچین صحنه‌ای دیگه ندیده بودیم. مبارزه بعدی برای زیگلی باید اقدام کنه که همون یه دونه رایت هوک زد تو خاک، ضربات پای پای میزنه، حالا داور گرفته ول نمیکنه، فهم میکنه چون گیج شده فهم میکنه اون حریفشه،
فکر نمیکنه داوره. ببین اینجا طرف گیجه، ناکاوت شده، داور گرفته میخواد زیرگیری کنه، داورم گردنو گرفته محکم، گیوتین گیوتینو گرفته بالا، ناکاوت زیرگیری از داور داره میکنه، داورم گیوتینو گرفته محکم. چه فرصت استفاده کرد، چقدر عجیب بود این صحنه. اینجا ببینیم چی شد که داور گرفت، زیرگیری از داور، فکر کرده حریفه، اینقدر گیجا حریف ناکاوت میشه نمیدونه کجاست. اونم گردن رو یه جوری محکم گرفته گیوتینش کرد دیگه، خفش کرد دیگه. بابا این چه کاری موقعی تاچ گلافز با مش زد تو صورت حریف، عجب قاطی بود این. دست تا پشت گرفته، یه سویچ میکنه که بچرخه، ببینیم چه اتفاقی افتاد تو این فایت. این همون فایترها که دست نداد ول نمی کنه، یه داره میزن. آها اینجا داور زهره شوری گردن رو گرفت، ریر نک چو، ببینید همونی که دست داد اول مبارزه باش زد تو ضربه، اینجا اومد مبارزه رو استوب نمی کرد، گردنش رو گرفت داور محکم و پشت محکم محکم ریر نکت شد گرفتتش که دیگه از این کارا نکنه وقتی میگه مبارزه تموم پشت داره به داور. مبارزه بعدی پشت سر، ضربه خطای اوه مربیش اومد اینو زد، این از کجا اومد، اومد بزنه یارو این کینگ کونگ. اوه تا میبینه حریفشو میخوان بزنه، شروع کرد به ضربه زدن، چه ضربات پیاپی، این از کجا اومد، اینه کینگ کونگ پرید تو سر یارو. دعوا شد، جمعیت ریختن روی سر صورت هم دیگه، دارن دعوا میکنن، چه خبر شد تو رینگ، رینگو ببین. اون پیرمرده چی اون وسط بدبخت دارن میزنن اصلا، این چیکاره بود. خب مبارزه بعدی از گوشه آکتگان داریم میبینیم، اینجا داور میاد که جدا بکنه، ببینیم چه اتفاقی میافته. یه ناکاوت محکم، چه اتفاق عجیبی، چه خبر شد تورینگ. این دعوایی که تورینگ به وجود میاد، 50-60 نفر ریختن توی آکتگان، اینجا فکر کنم یکی به یکی مش زد، دعوا شد دیگه، یهو شروع کردن ضربات پیاپی که میزنه و داور میبینی هر چی میخواد تموم کنه طرف تموم نمیکنه، هول داد داورم، هول داد باز داره مش میزنه. حالا داور شروع میکنه، ببینیم داور اینجا چه کاری انجام میده. ریر نکت چوک، چقدر فن منتخبیه برای داورا گردن گرفتن. اوه میره که داور رو بزنه، آها داره حریف رو میزنه که چرا دیر تموم کرد، یعنی با اینکه داور تموم کرده اون بازی رو تموم نکرده، هی ضربات پیپی رو ادامه داده. من هم اینه شما هم اولین بار دارم اینا رو میبینم، یعنی حالت ریاکشن بگیرید، این ریاکشن ویدیویی که دارم همزمان براتون گزارش هم میکنم، برام عجیبه سریش داور ناکنی چجوری نگردش در بهش گفت دیگه نمیزنی یا گفت اوکی ولش کرد. اینجا مربی های اون یکی اومدن کتککاری که چرا بعد از اینکه مبارزه تموم شد داری میزنی، این که اصلا حالش نیست، همه رو داره میزنه. اوه همتیمی اون یکی اومد چه اسلمش کرد، ببین اسلام کرد زمینم نگه داشت. این ام ام ای فایتر بود احتمالاً، بوکسر رو زد، این فکر کنم ام ام ای فایتر بود دیگه، بوکسر رو اینجوری بلند کرد، ببین چقدر قشنگ میگیره از پشت. اینجا میاد از پشت اون یکی دوستش میاد که اینو بزنه، از پشت میگیره، ببینید اون یکی که پرید کشتی گیره فکر کنم بلند میکنه اسلام میکنه از پشت میاره تو خاک، با زانو هم نگرش میداره دیگه، یادش باشه که از این کارا انجام نده. اینجا مبارزه رو باز داور تموم میکنه، ببینیم چه اتفاقی میفته. هم تیمی های اونور شروع میکنن فوش دادن و دعوا کردن، ایریزن توی رینگ، هرج و مرجیه که توی رینگ داره به وجود میاد. بنده خود داور رو نگاه کنیم وسط نمیدونه چیکار بکنه، 50 نفر ریختن تو رینگ. اوه فوش هم دارن بهش میدن، یعنی چه اتفاقی میفته. اوه کلی بعد و بیرا دارم میگن به داوره، پلیس هم اومد توی رینگ و درگیری تموم شد.
این هم همون داوری که اون دفعه گردن میکیو گرفته بود، اینجا داره باز جدا میکنه. شبره نکت چوک، عاشق نکت چوکه، حریف رو جدا میکنه و گردن رو میگیره. به نظرم فن جالبیه ها، هر کی جدا نمیشه داورا فقط این برنکت چوک رو بزنه. ببینید اینجا ضربه میزنه به حریف، حریف که ناک تموم میشه دوتا ضربه دیگه میزنه، اومد که جدا کنه جدا نمیکرد، دستشو گرفت محکم آورد بالا پیچون، از اونور گردن رو گرفت. این مشاهده میکنیم دوباره، اینجا جدا نشد، دوباره اومد دستو گرفت ریر نکت چوک محکم از پشت گردن رو گرفت و حریف رو سابمیشن کرد. این خیلی جالبه، این خیلی جالبه. اینجا میخواد بیاره جدا بکنه، یه فتح پا میزنه به حریف. کیوکوشین کاره با کیک باکسر داره بازی میکنه، ناکنه تا میخواد جداش میکنه بیاره عقب، یه فتح پا هم بهش میزنه داور. ریز میگه زانو نباید بزنی، ولی حالا خودش فتح پا رو زد، هیچکم ندی. خیلی این عجیب بود، فتح پا اصلا بی نظیر بود. مبارزه بعدی در اکتگان. خب اینجا اینجا بگم ضربه خطا رو زد، اون که با پازت نباید میزد، ضربه خطاست. حریف با اینکه گیجه پا میشه داور رو میزنه، بله داور رو شروع میکنه ضربه زدن به داور، اصلا نمیدونه کی رو زد. داور اومد به اون حریف گفت که این ضربه که زدی خطاست، این گیجه نگاه کن، همینطوری داره داور رو میزنه. داور گرفتش که آقا من داورم، کجایی بابا، ریلکس باش. دوستان لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیو جدیدی بود بتونید ببینید. مرسی از اینکه ما رو سابسکرایب میکنید. تو اینجا کلی ویدیوهای دیگه هم بهتون پیشنهاد شده، حتما بهتون پیشنهاد میکنیم ویدیوهای دیگر هم ببینید. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید.